خب یه نگاه کوچولو دیگه به همین مقاله فدرالیست بکنیم. قسمت سوم فدرالیست 45. خب یه نگاهی که بکنید، این یه قسمتی داره تو همین مقاله 45 که میگه It is too early for politicians to presume on our forgetting that the public good, the real welfare of the great body of the people is the supreme object to be pursued, and that no form of government whatever has any other value than as it may be fitted for the attainment of this object. Were the plan of the convention adverse to public happiness, my voice would be reject the plan. Were the union itself inconsistent with the public happiness, it would be abolish the union. In like manner, as far as the sovereignty of the states cannot be reconciled to the happiness of the people, the voice of every good citizen must be, let the former be sacrificed to the latter. تو این قسمت یه حرف اساسی میزنه، میگه اول و آخر خیر و امنیت و خوبی وضع مردم هدف ماست. اگه دولت فدرال جلوشو خواست بگیره جوابگو نبود، اصلا اون فدرال به درد نمیخوره. اگر ایالت‌ها نتونستن جوابگو باشن، این دولت‌های ایالتی به درد نخورن. استاره اول و آخرش میگه خیر و امنیت و خوشی مردم و آینده خوبشون هدف ماست. حالا من به یکی از این مورخ‌ها که نگاه میکنم صحبتاش خوب حرفی میزنه، میگه الان مثلا شما سیستم آمریکا رو ببینید، میبینید که چجوری الان خوب کار نمیکنه. آیا این به خاطر اینه که این برنامه حزب ها و پولی که بهشون داده میشه یا طوری که اینا میرن انتخابات انجام میشه، آیا باعث شده که اینا به اندازه کافی خیر و امنیت کشور رو به اندازه که باید و شاید فدای خیر حزب خودشون میکنن، فدای خیر اهداف نزدیک خودشون میکنن یا نه؟ رونه صاحب، شما که الان سال 2017 است و اون ترجمه اول من سال 2016 میبینید، دل سرد نشید یا گول نخورید که الان بعض آمریکا اینجوری از نظر اینی که نمیدونم رئیس جمهورشون اینه و کنگرهشون اینه و اینا بالا و پایین داره. به علاوه ما داریم میخونیم که یاد بگیریم که نقصش چیه، خوبیاش چیه، نقصش هم چیه دیگه. گفتم چجوری شد این دونالد ترامپ شد رئیس جمهور، بس یه برنامه باشه دیگه، یه اتفاقی افتاده باشه. ما بس این تطوین رو وقتی شما مطالعه میکنید در بیاریم. هدف ما دو سه مرتبه گفتم، شاید بالای دو سه مرتبه، هدف ما در همون موازی یه هدف همون جیمز مدیسون بود مثلا قبل از اینکه بره کنوانسیون فیلادلفیا. پیشینه تمام کنفدراسیون قدیم رو مطالعه بکنه، خوب و بدیاشو ببینه و بر طبق اون و با دیدی که از این 10-11 سال از کار کرده ایالت‌های مختلف بعد از انقلاب چی بوده، برن توی کنوانسیونی بشینن، یه طرحی بدن و بده بسون بکنن و طرح جدید در بیاد. حالا ما منتها خوبیش اینه که ما کارمون خیلی محشرتر میتونه بشه، چون مثلا مدیسون وقتی راجع به کنفدراسیون‌های قدیم مطالعه میکرده
من میگم خیلی از این کتابایی که می اومده همه چیزو به نمی گفته، یه نقصایی داشته. خب کتاب ها احتمالا خوب بوده، ولی اونجوری که ما الان میتونیم دسترس داشته باشیم به اطلاعات راجع به فدراسیون های مختلف دنیا که در عرض این 100 سال، 50 سال، 200 سال گذشته چی کردن، بستگی داره راجع به کانادا حرف میزنیم، راجع به آمریکا حرف میزنیم، راجع به هند حرف میزنیم، راجع به جای دیگه، استرالیا، قشنگ اینا مدارک هست، آدم میتونه ببینه. الان من زمیمه همین ویدیو آلبومی از اون خانم کارول برکین یه چیز زمیمه کردم که راجبه داره اتفاقای سال 1000 دهه 1790 توی آمریکا میگه. وقتی نگاه میکنید میبینید مثلا بعد اینکه مقاله فدرالیست نوشته شد چجوری همجوری گفتم همیلتون و مدیسونی که داشتن اینجا با هم دیگه همکاری میکردن مثلا دشمن شدن، دیدشون عوض شد نسبت به دولت، چه اتفاقایی افتاد. ما قشنگ میتونیم درس یاد بگیریم. بعد راجبه یکی این جلد، یک جلد از این کتاب هم توی ویدیو قبلی بهتون اشاره کردم، این از همون فورم آف فدریشنز و IACFS International Association for Centers of Federal Studies، جاهایی که فدرالیزم رو مطالعه میکنن در کشورهای مختلف، اومدن مقاله نوشتن و ما کلی دسترس به اطلاعات داریم که تو کشورهای دیگه چی میگذره. مثلا راجب هند کلی کتاب هست راجب فدرالیزمشون. آمریکا که دیگه همین کارهایی که ما داریم میکنیم همش در رابطه با آمریکاست. بعد میتونیم تحتوی کانادا پیشبرد فدرالیزم اونجا در آن کانادا مطالعه بکنیم و استرالیا و جاهای دیگه ببینیم، درس یاد بگیریم و در آینده دور هم بشینیم و یه طرحی بریزیم. این محیط زیست ما، این زمین ما، این مهد ما که همش توی این گهواره بزرگ شدیم و شکوفا شدیم، خیلی مهمه که ما درست حسابی تحویل نسل‌های بعدی بدیم. خیلی مهمه. برای این ما نبایستین دل سرد باشیم، بایستین حسابی بچسبیم به این کارو. تمام مردم دنیا بشینن روی مسئله کار بکنن. حالا در هر حال من یه مقداری راجبه این زبان مشترک بهتون گفتم، جاهای دیگه هم گفتم که من دارم ویدیو میذارم روی اینترنت که یه ذره راتون بندازه. من نمیدونم مثلا شما کی این ویدیوها رو خواهید دید و این برنامه ها، در هر حال هر طوری شده اگه یه روزی هم اتفاقی این ویدیو رو دیدید سعی بکنید این زبان رو که من میگم زبان مشترکی که باید برای دنیا انتخاب بکنیم روش کار بکنید، حتی اگر با عقاید من مخالفید. در هر حال من فکر میکنم مردم دنیا احتیاج دارن یه زبان مشترک داشته باشن به علاوه بر زبان مادریشون یا زبانهای مادریشون. پس ببینم این دوربین این تلفن چیز نیست، این فورم آف فدریشنز، بعد یکیش هم هستش که گفتم IACFS. تو ویدیوهای قبلی آدرس وبسایتشون رو براتون گذاشتم.